علمای شیعه هند از فردی که به امام علی علیه السلام توهین کرده بود شکایت رسمی کردند بر اساس گزارش منابع محلی راهب هندو به نام دارین شاستری طی سخرانی مذهبی در معبد خود به شخصیت مقدس امیرالمؤمنین علیه السلام توهین نموده بود پس از انتشار کلیپ های ویدیویی از این رخ داد در شبکه های اجتماعی تعدادی از علما و حقوقدانان شیعه با حضور در کلانتری لکنو از فرد حتاک شکایت رسمی نموده و بر همین اساس پرونده بر علیه او تشکیل شد گفتنی است بر اساس قوانین هند هیچ کسی حق ندارد نسبت به شخصیت ها و هر چه که در سایر ادیان مقدس است حد که حرمت کند پس از ثبت شکایت مذکور چهره های برجسته شیعه هندی در بیانیه ای اعلام کردند که راهب هندوی متخلف با اهانت به شخصیت امیر المومنین علیه السلام نه تنها قلب شیعیان و مسلمانان را جریه دار کرده است بلکه دل میلیون ها هندورانیست که برای امیر المومنین احترام و عمیق قائل هستند جریه دار کرده است در بیانیه یاد شده تأکید شده تا اجرای عدالت با فرد حتاک حت و برخورد قانونی با وی این شکایت پیگیری خواهد شد لازم به ذکر است که ناظر منطقه پلیس این شکایت رسمی را دریافت کرده و اطمینان داده است که طبق قوانین هند با فرد حتاک حت و متخلف برخورد خواهد شد برای صحبت بیشتر در این باره شیخ مصطفی علی هندی وکیل آیت الله لزما شیرازی از کشور هند با ما همراه هستند سلام وقت شما بخیر چرا در کشوری که مردمش سالیان دراز با وجود باورهای دینی مختلف زندگی مسالمت آمیزی داشتند اخیرا مسلمانان را آزار می دهند؟ سلام علیکم و رحمت الله و برکاته در این کشوری که سالیان دراز تقریبا تمام ها با هم زندگی می اخیرا چند ساله که ما این جور چیزها را می بینیم و این خودش یک تاکتیک سیاسی هست برای برنده شدن در این کشوری که مثلا یک جمعیت زیادی از مثلا هندوها داره و میخوان که این سیاست جدید را این جور استفاده کنند که هندوها را علیه مذاهب دیگر نشون بدن و اقلیت ها را با این جور کارها پریشان کنن و اون طبقه هندوها که از این چیزها خوششون میاد را بیارن برای رای دادن به یک حزب خاصی لذا چند ساله که ما این جور حتک حرمت ها و این جور ها را میبینیم چند سال قبل توهین به صحات مقدس پیغمبر اکرم توسط یکی از نمایندگان پارلمان شکل گرفت که خیلی شکایت شد و خود حزب هم علی علیهش اقدام کردند و این روش جدیدی هست که برای حکومت خود ازش دارن استفاده می کنن. آیا این جسارت آشکار به ساحت اهل بیت علیهم در هند برخواسته از سیاست های مسلمان ستیزانه حاکمیت کنونی هند است؟ یقینا این همینجوری که عرض شد این خودش از ساختار جدید حکومت و تاکتیک جدید حکومت برای بر سر کار آمدن که خودشون رو به عنوان یه حزب حاکم و به عنوان حزب هندوها چون قبلا هیچ حزبی خود را به یک مذهب خاصی تلقی نمی کرد ولی این حزب خصوصا اینجوری داره خودش رو نمود می کنه که برای هندوها هست و هر که مذهب دیگر که در هند هست علیه هندوها هست و خطر هست. که یک جمعیت زیادی هستن خطر خاصی هستن و فقط من ما یا این حزب خاصی میتواند برای این خطر میتواند برای هندوان نجات هندوها باشد. لذا افرادی مانند این آقا که خودشون خیلی روحانی نیست خیلی هندو هم ازش قبول ندارن فقط معبد داره و یکی از کسانی هست که از طریق دولت فعلی حمایت می شود این جور اقدامات را گاه به گاه انجام میدن خصوصا نزدیک انتخابات که این را برای سیاست خودشون مورد استفاده قرار بدن و بتوانند این جو خاصی که به وجود اومده هندوها را عللن علیه مسلمان ها با توهین به مقدسات ها، توهین به مساجد حمله به مساجد از طریق قانونی و غیر قانونی را اقدام بکنن که این طبقه خاص هندوها را طرف خودشون جلب کنند و حکومت هم از این جور افراد حمایت بکنه و موجب مشکل زیادی می‌شود. بله آیا این اقدام چهره های برجسته شیه در مقابل تکرار این حد که حرمت ها بازدارنده باشد؟ ما این اقدام را انجام دادیم به این امیدی که آینده این تکرار نشود و امید هست که این اقدام موقع که خودش سبب شد که اون فرد بیاید رو سوشل میدیا و فیسبوک و اکانت خودش عذر خواهی کنه از تمام مسلمان و از تمام کسانی که اینجور حرف زده و خودشو گفته که من هدفم خود ساحت مقدس امیر نبوده نبوده اینجور چیزی بیان داده ولی ما اقدام رو انجام دادیم و هنوز پرونده شروع داریم فشار میدیم که پرونده تشکیل بشه تا کسی دیگه نتواند در آینده این جور توهین به مقدسات خصوصا ساعت اهل بیت علیهم را انجام بدهد بله ممنونم از شما شیخ مصطفی به هندی از هند با ما همراه بودند